امروز در رابطه با در حقیقت جنبش های آزادی خواهانه و دموکراسی خواه خارج از کشور با شما به گفتگو خواهیم نشست. همونجور که اطلاع دارید، بعد از برقراری استبداد سیاه مذهبی حکومت ولایی در ایران، مخالفان داخل و خارج از کشور به مبارزه با این رژیم پرداختند. مبارزان داخل سرکوب شدند، کشته شدند، به زندان افتادند و در حقیقت به سمت رکود تقریبا، البته هنوز هم جنبش های بسیار زیادی در داخل و در حقیقت جنبش های زیرزمینی در حال وقوع هستش، ولی ما شاهد این بودیم که به ویژه پس از 88 جنبش دانشجویی رو به رکود میره، جنبش های دیگر که در حقیقت در یک حرکت زنجیره‌ای با هم دیگه تحت فضای سیاسی ایران در حقیقت میتونن گام بردارن، همه سرکوب میشن. سرکوب های بسیار وحشیانه که ما شاهدش بودیم، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش مدنی، در حقیقت سندیکاهای کارگری و غیره. در خارج از کشور اما اپوزیسیون خارج از کشور از در حقیقت سرکوب های وحشیانه داخل کشور در امان بوده، توانسته قلم بزنه، سخنرانی بکنه، سندیکا تشکیل بده، در حقیقت تلاش بکنه که یک راهکار نوینی برای برون رفت از بنبست جمهوری اسلامی ارائه بده. اما متاسفانه پس از 40 سال تلاش های گوناگون سازمان ها، گروه ها، احزاب، افراد منفرد آزادی خواه و غیره نتوانسته که به یک در حقیقت جنبش همگانی پایدار در حقیقت دست بیابه و نتوانسته اون موفقیت رو حاصل بکنه که بتونه به عنوان یک آلترناتیو یا بدیل این حکومت خودشو به حقیقت به جامعه ایران ارتباط برقرار بکنه و اون پل اعتماد رو بزنه. در نتیجه جامعه داخل ایران به جنبش های خارج از کشور که در ابتدا امیدوار بود و امید داشت، در دهه اخیر پس از ظهور پدیده‌ای به نام اصلاحات، در حقیقت چشم امید بست و در حقیقت با ناکارآمدی خود اپوزیسیون خارج از کشور، مشکلاتی از قبیل کیش شخصیت، مشکلاتی که در حقیقت نمی توانستند یک انسجام همگانی رو به وجود بیارن، یک گفتمان جمعی رو به وجود بیارن، هر گروهی میخواست بر گروه دیگر هژمونی داشته باشه یا غالب باشه و غیره. بحث این زمینه بسیاره. اما در چند سال اخیر ما شاهد ظهور جنبشی به نام جنبش سکولار دموکراسی هستیم. این جنبش سکولار دموکراسی پس از 88 با شبکه سکولارهای سبز آغاز به کار میکنه و اگر اشتباه نکنم در سال 2013 در حقیقت جنبش سکولار دموکراسی تأسیس میشه. 5 کنگره داشته در سالهای مختلف در نقاط مختلف دنیا که امسال در ماه اکتبر این کنگره در کل برگزار میشه، 5مین کنگره سکولار دموکراتای جنبش سکولار دموکراتای ایران بود که دوستان ما که در این جنبش فعالیت دارن امروز با ما هستن، آقای اسماعیل نوریالا که در حقیقت همه با اسمشون آشنا هستید، آقای حسن اعتمادی، خانم نیره انصاری، آقای حسن دانشور. خانم نیره انصاری در حقیقت رئیس هیئت اجرایی مجلس مهستان هست. این مجلس مهستان خودش در حقیقت یک پدیده است که ما باید در موردش به بحث و گفتگو بنشینیم. آقای دانشور هم سردبیر پایگاه اینترنتی این مجلس هستند و آقای حسن اعتمادی هم عضویت اجرایی دارند، عضو هیئت اجرایی هستند و آقای اسماعیل نوریالا سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی. دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه دنیای امروز. خانم انصاری، فکر میکنم میکروفون شما بسته است. من سلام میکنم خدمت دوستان عزیز. سلام به همگی شما. صدای منو میشنوین؟ بله خانم ساده. صبح آقای نوریالا بخیر و فکر میکنم بعد از ظهر شما ها بخیر. نه، در اروپا هستید؟ بله، شب دیگه غروب ساعت 7. بله،
خیلی این اولین باره که من 4 تا مهمان روی اسکایپ دارم. یه مقدار قیافه خود این اسکایپ برام خیلی جالب شده که همگی شما رو با هم دیگه داریم. کاش میتونستیم که شما رو اینجا در استودیو داشته باشیم. خب یه توضیحات در حقیقت مختصری من در رابطه با این داستان کنگره ها دادم و میدونیم که در کنگره های مختلف به گفته خود آقای نوری علا در حقیقت راهکارهای تجربی متفاوتی ارائه میشد که ببینن کدوم راهکار در حقیقت میتونه راهکار موفق تری باشه برای پیشبرد اهداف نهایی. و به نظر میرسه که در این کنگره پنجم شما توانستید که یک موفقیت ها و دستاورد های مثبتی داشته باشید. دوست دارید از همین کنگره پنجم شروع بکنیم یا دوست دارید یک پیشینه ای در رابطه با به طور کلی شکلگیری این جنبش ارائه بدید؟ من این رو از آقای نوری علا میخوام شروع بکنم و بعد به خانم نیره انصاری میپردازم و از ایشون. البته خانم ها مقدم هستن ولی ما اینجا چون جنسیت برامون مطرح نیست از همون آقای نوری علا شروع میکنم. بفرمایید آقای نوری علا. اجازه بدید تشکر کنم از خانم دکتر ساعد که محبت کردن و برنامه امروزشون رو کلن به جریان سکولار دموکراسی و این مهستان در راه اختصاص دادن. خواهش میکنم. عرض کنم که ما از روز اولی که این جنبش سبز در ایران اتفاق افتاد و شکست خورد و سرکوب شد برای این عقیده بوده ایم که تا موقعی که یک آلترناتیو در مقابل حکومت اسلامی قد علم نکنه و با اون مبارزه نکنه این حکومت برقرار خواهد بود. بنابراین تلاش های این 9 سال گذشته همه ماهایی که معتقد به سکولار دموکراسی هستیم و معتقد به لزوم عرض کنم که فروپاشی و انحلال حکومت اسلامی این بوده که در واقع راه های برساختن این آلترناتیو رو پیدا بکنیم. راه های مختلفی رو در طی این سالها رفته ایم که در جوار اون این کنگره های سالیانه سکولار دموکرات ها به ما کمک کرده است که با هم بیشتر آشنا بشیم، بیشتر همدل بشیم و بالاخره به نظر میرسه که این تخمی که کاشته شد و درختی که از اون برآمد در کنگره پنجم در کل امسال به این بار نشست که ما بتوانیم علاوه بر اون ملاقات های سالیانه‌ای که در این کنگره ها داریم به طور مستمر هم با هم در تماس باشیم و یک مجلس شوری رو تشکیل بدیم که از دل اون امیدواریم بتوان به یک ساختار معینی که اسمش رو گذاشت دولت در سایه، دولت در تبعید یا هر اسم دیگری که شایستش باشه برسیم. در نتیجه ما آلترناتیو رو به این دو به صورت کنار هم قرار گرفتن دو تا نهاد می‌بینیم. یکی کسانی که می‌خواهند فعال باشند در زمینه مبارزه با حکومت اسلامی و انرژی های خودشون رو روی هم بریزن و منشأ عرض کنم که یک حقانیتی باشند برای اون تشکلی که به نام دولت در تبعید مثلا میتونه به وجود بیاد. بنابراین یک مجلس شوری داریم که اسمش رو گذاشتیم به خاطر عرض کنم که یادگاری که از دوران اشکانیان در تاریخ ما باقی مونده به عنوان اولین مجلس شوری که ایرانیان داشتند و مهستان بهش میگفتند، یعنی اشخاصی که در واقع ارتباط داشتند و میتونستند سرنوشت کشور رو تعیین کنند کنار هم قرار بگیرند و از میان اونها که در واقع جمع ایرانیان داوطلبی است که میخواهند در سرنوشت آینده ایران سهیم باشند راهی پیدا بشه برای اینکه معتمدین سیاسی مردم ایران لااقل در خارج کشور و اگر شد در ارتباط با داخل کشور معین بشند و بعد از اونها خواسته بشه که خب ما کار خودمون رو کردیم، ما نشون دادیم که بخشی از مردم خارج کشور و داخل کشور شماها رو به عنوان معتمدین خودشون میشناسن. بنابراین اکنون وظیفه شما هست که در پاسخگویی به این
اعتماد دور هم جمع شید و اون آلترناتیو، اون دولت در تبعید رو تشکیل بدید و عرض کنم که مبارزه رو به صورت متمرکز و جدی هدایت کنید تا پیش بره. من. ما در واقع در سرآغاز این جریان ایستاده ایم با امید فراوان. تشکر میکنم. خانم نیره انصاری، شما رئیس هیئت اجرایی این مجلس مهستان هستین. انگیزه شما در مشارکت در چنین در حقیقت تجمعی چه هستش و چگونه این در حقیقت راهکارها رو عملی میبینید در پیشبرد اهداف استراتژیک خودتون؟ با درود به شما، خوش آمدید و سپاسگزارم. انگیزه من به دلیل این هست، با توجه به رشته تخصصی میدونم که این هیئت اجرایی مهستان یا همون مهستان جنبش سکولار دموکرات ایران یک آلترناتیو بسیار نوینی رو پیشنهاد کردن جناب دکتر نوری‌علا و بر اساس اون من فکر میکنم که هم از نظر کیفی و هم کمیتی، یعنی شکلی و ماهوی، بسیار گسترده هست و پایدار میتونه باشه و ما رو به اون هدفمون که استقرار حکومت سکولار دموکراسی در ایران هست بسیار نزدیک میکنه. خب ببینید، در حقیقت ارتباط ما در 40 سال گذشته در ارتباط نیروهای در حقیقت پراکنده و نیروهایی که با دیدگاه ها و گرایش های عقیدتی متفاوت هستند بسیار مشکل داشتیم. گامی که الان در حقیقت من فهم میکنم که اگر اشتباه نکنم گام های بسیار بسیار مقدماتی است برای اینکه تازه داره این ارتباط برقرار میشه بعد از 5 کنگره که بتوانیم، یعنی اون گروه بتوانند که دیدگاه ها و نظرگاه های همدیگر رو بشناسند، بفهمند، با هم آشنا بشن و یا به اختلافات نظرها بیشتر پی ببرن و بتونن تحمل پذیری بیشتر داشته باشن اگر اشتباه نکنم. پس بنابراین در این از این دیدگاه، از این چشمانداز اگر ما بخوایم ارزیابی بکنیم، یک در حقیقت گام مقدماتی میشه این محسوب بشه. درسته؟ بله، کاملا درست هست و اصلا وظیفه هیئت اجرایی موقت این هست که تمام اقدامات رو انجام بده برای فراهم شدن مقدماتی که مستلزم تشکیل اون مهستان جنبش سکولار دموکراسی هست. یعنی همونطور که از نامش مشخصه، یک هیئتی موقت برای کوتاه مدت، ولی تمام تلاش و کوششش رو میکنه که آنچه رو که لازم داره به حیث جمع‌آوری، همونطور که شما هم اشاره کردین، اون تفکرات گوناگون، تفاوت نظریه ها، اختلاف نظرها و به یک نتیجه مطلوب برسه تا زمانی که بخواد این مهستان تشکیل بشه. خب آقای حسن اعتمادی، پس این مهستان تشکیل نشده؟ من یعنی این گونه برداشت کردم که در حال حاضر تشکیل شده در هفته گذشته، نه؟ بله، از زمین خدمت شما. سلام به شما. خانم، سلام به شما و بینندگان و شنوندگان برنامه تون جناب نوری‌علا، جناب دانشور، خانم نیره انصاری سلام عرض کنم. سلام. ببینید، طرح مسئله تشکیل مهستان در همونطور که خودتون هم اشاره کردید در آخرین کنگره سکولار دموکرات ها مطرح شد و از سوی اکثریت شرکت کنندگان در اون کنگره مورد پذیرش قرار گرفت. قطعا این طرح تا زمانی که بتونه به فعالیت خودش بپردازه لازمه که تدارکات اولیه برای شروع کار خودش رو فراهم بیاره. کمیته‌ای که اکنون تشکیل شده که متشکل از 8 نفر از فعالان این جنبش است، 5 نفر از همون کمیته قبلی است که کنگره‌های سالانه رو برگزار می‌کرد و بعد از اون در اولین نشست تدارکاتی که صورت گرفت 3 تن از شخصیت‌های فعال جنبش سکولار دموکراسی، خانم نایره انصاری، جناب دانشور،
جناب دادمر از پاریس هستن ایشون، به هم پیوستیم، این کمیته موقت رو برای شروع کار مهستان رو تشکیل دادیم. طبیعتا مهستان از هم اکنون، یا بهتر بگم از همون روز پایان کنگره، داوطلبین و مشتاقان خودش رو داشت. از همون لحظه با تماسایی که با آقای نوری‌الله گرفتن، با ایمیلی که در اختیارشون بود، داوطلبن که در این کنگره شرکت بکنن و ما به مرور داریم تدارکات اولیه رو مهیا میکنیم. منظورتون در کنگره یا منظورتون در همین در حقیقت مجلس، عضو این مجلس بشن؟ کنگره. نه مجلس روز در اوائل ماه فروردین که در پیش داریم آغاز خواهد شد. یعنی ما الان در مرحله تدارک تشکیل مهستان هستیم. بله. و این کمیته موقتی که حداقل ما چهار تنی که الان در خدمت شما و بینندگان هستیم، عضو اون کمیته موقت 8 نفره هستیم. وظیفه‌مون اینه که کارهای تدارکاتی و اولیه رو انجام بدیم تا فروردین ماه مهستان تأسیس خواهد شد با شرکت تمام داوطلبان و علاقمندان و کسانی که دعوتنامه براشون ارسال خواهد شد. با کمک هم دیگه مهستان رو تشکیل خواهیم داد. چند نفر الان چند نفر داوطلب شدن و آیا عضو پذیرفتین یا اینکه هنوز در مرحله مقدماتی هستین که اسامی رو فرضاً یادداشت بکنین یا مورد بررسی قرار بدید؟ الان در کجا هستین؟ در کدوم مرحله هستین؟ شنیدم چون 50 نفر 100 نفر اوردی نام نویسی کردن. بله، پیش از 100 نفر از فعالان جنبش سکولار دموکراسی ثبت نام کردن که اولین جلسه رو ما هفته گذشته برای آزمایشی و تمرینی با هم دیگه برگزار کردیم و در ششم ماه آینده هم دومین 50 نفر رو برگزار خواهیم کرد و 50 نفر سوم هم به احتمال زیاد تا فروردین ما با اونها هم به اصطلاح جلسه تدارکاتی و آشنایی بیشتر برگزار خواهد شد. ولی در ماه فروردین ما جلسه با تعداد بیشتری برگزار خواهد شد. بله، آقای دانشور، شما در حقیقت سردبیر پایگاه اینترنتی هستید، چه میکنید؟ خیلی خوش آمدید در این حال. سلام کنم خدمت شما، مهمانان عزیز، شنوندگان و بینندگان برنامه شما. بله، من فکر میکنم مقدمتا باید اون درک خودمو از مسئله مهستان، دولت موقت و دولت نهایی، یعنی دولت دموکراتیک بگم. بعد از گفتن این درک روشن خواهد شد که قدم‌هایی که برمی‌داریم چجوریه و به چه جهت خواهد رفت. با اونجا خواهیم رسید. وقت بسیاره، 1 ساعت و 20 دقیقه فرصت داریم. خواستم اول یک تصویری از این داستان مهستان و این هیئت اجراییش رو بدیم و بعد برسیم به اصل مطلب. بفرمایید. بله، شما میتونید آغاز کنید. بله، سوال اینه که اصولا مهستان چیست و چه کار خواهد کرد؟ به طور من خیلی فشرده به طور کلی یک طرح کلی میدم، در 2-3 دقیقه بعد میریم پاسخ میدیم به سوال شما. بله. اولا مهستان، دولت موقت و دولت دموکراتیک بعدی اجزای یک نقشه کلی راهن. مهستان مجموعه تمام افراد تک، نه احزاب، افراد تک، میتونن افرادی متعلق به احزاب باشن، ایرانیان است که معتقد به حکومت سکولار دموکرات در آینده ایران هم. یعنی آلترناتیو سیاسی جانشین جمهوری اسلامی حکومتی است که باید یک سکولار باشه، یعنی دین از دولت جدا باشه و دموکرات باشه. خب این طرح کلیه. حالا این چگونه پیش میره داستان؟ داستان به این طریق پیش میره که تمام افراد ایرانی علاقمند به سرنوشت وطنشون توی این مجمع جمع میشن، بعد تصمیم گیری میشه که بهترین عناصر و بهترین آدمای کاردان برای تشکیل دولت موقت رو پیدا کنن از راه بحث‌های مختلفی که توی مهستان انجام میگیره. و طبعا این بحث‌ها بعداً تو پایگاه اینترنتی هم منعکس خواهد شد. بعد تلاشش هم بر این نیست که بین احزاب اتفاقی بیفته، تلاشش بر اینه که اون شکل دولت موقت که یک دولتیش بیرنگ از نظر سیاسی، دولتیش که فقط کارشناس اداره مملکته، مثلا فرض فهمید که وزارت کشاورزیشو باید آدمایی اداره کنن، او تیمی اداره کنه، او وزیر و تیمی اداره کنه که از کشاورزی سرشون میشه و مسائل مربوط و الی آخر. خب بعد از پیدا شدن دولت موقت، حالا چرا دولت موقت ما باید در خارج آماده داشته باشیم؟ به خاطر اینکه به هر طریقی جمهوری اسلامی بیفته، به هر طریق، به این ما کاری هم نداریم،
آیا انقلاب بشه، کودتا بشه، دخالت بشه، نظامی بشه، از خارج هر طریقی بیفته، ما باید دولت آماده موقت خودمون رو داشته باشیم. و اینم به خاطر اینه که ما این رو از درس گرفتیم از اتفاقاتی که در کشورهای همسایه‌مون تو منطقه خاورمیانه اتفاق افتاد، در عراق، افغانستان، لیبی، به خاطر نبودن این آلترناتیو، نبودن آماده، نبودن این آلترناتیو تحت فشار دولت‌های بزرگ غربی به طور کل دولت‌های قدرت‌های جهانی مجبور شدن یک چیزی سرهم‌بندی کنن که این بعد منتهی شد به تضادهای عمیق اجتماعی، درگیری‌ها و حتی تجزیه کشور. بنابراین ما از این درس گرفتیم و می‌خوایم این اتفاق توی مملکت ما نیفته. خب برای اینکه اتفاق توی مملکت نیفته باید این آماده بشه. برای اینکه این آماده باشه ما از تمامی افراد ایران فقط با یک شرط، معتقد به سکولاریسم و معتقد به دموکراسی، این شرط اساسیه، دعوت می‌کنیم که در این قضیه شرکت کنند. حالا وقتی این دولت موقت فرض کنه اومد نشست، دولتی که بیرنگ از نظر سیاسیه، سه تا وظیفه هم بیشتر نداره. وظیفه اول اینه که امنیت رو در مرزهای کشور و در داخل مرزهای کشور برقرار کنه. وظیفه دوم که مثلا فرض کنید تجزیه طلبی اتفاق نیفته، جنایتکاران اتفاقات ناجور انجام ندن، نیروهای کشورهای بیگانه به ما حمله نکنه، این یک خیلی اهمیت داره، در اینجا نقش ارتش خیلی برجسته میشه. وظیفه دومش اداره امور روزمره مملکته، یعنی اینکه مردم بتونن سر کارشون بشن، مدارس باز بشه، دانشگاه باز بشه، کارخونه ها، ادارات همه بچرخه اوضاع مملکت، اوضاع روزانه، و این رو این مسئولیت به گردن دولت موقته. و دولت موقت به هیچ عنوان اجازه تصویب هیچ قانون رو نداره، چون دولت موقت دولت دموکراتیک نیست. دولت موقت دولتی نیست که از انتخابات توی کل ایران حاصل شده باشه. در نتیجه دولت موقت این دو وظیفه به علاوه وظیفه سومی که الان خواهم گفت خدمتتون و اون عبارت است مهیا کردن و آماده سازی شرایط برای انتخابات. یعنی چی؟ یعنی وضعیت رو طوری نگه می‌داره که احزاب سیاسی بتونن رقابت خودشون رو پیش ببرن، آزادی‌ها رو تأمین کنه، آزادی عقیده، آزادی گفتار، تمامی آزادی اجتماعات، احزاب که بتونن چیکار کنن در یک طی مدت محدودی اونم به رقابت برخیزن و انتخابات انجام بشه برای چی؟ تعیین مجلس و بعدم برای تعیین دولت. دولت بله مجلس مؤسسان رو همین دولت موقت وظیفه‌شه که از آدمای کارشناس، آدمایی که حقوق بلدن، آدمایی که قوانین مدنی رو بلدن، نمیدونم قانون مشروطه رو توش، قوانین اروپایی رو بلدن، جایی که دموکراسی تو دنیا هست قوانینشون میشناسن، اینا میشینن با توجه به شرایط و ویژه مملکت ما و تاریخ خود مملکت ما این قوانین رو چیکار میکنن؟ مطرح میکنن، به تصویب میرسونن و وقتی این قابل اجرا شدنه که به رفراندوم مردم ایران بذارن. اگر مردم ایران تو رفراندوم مثبت دادن به این، خب بسیار خوب، این مجلس به اسلام مؤسسان کارش تمومه، میره پای انتخابات توی مملکت، احزاب، رقابت احزاب، دولت واقعی تشکیل میشه. دولت واقعی دولت دموکراتیکه. روزی که دولت واقعی شروع کرد به کار کردن، مهستان و دولت موقت مرخص میشن. این طرح خیلی خلاصی از طرحی بود که خدمتتون عرض کردم برای اینکه ببینیم اصلا داستان. بله بله، خیلی هم اتفاقا جامع و روشنگرانه بود. ببینید، ما در حقیقت موزلی که با خارج از کشور داریم، یعنی چشمانداز داخل ایران نسبت به نیروهای برون مرز رو خدمتتون عرض میکنم، مسئله اعتماد و در حقیقت پل ارتباط و اعتماد هستش. سوال من اینجا هستش که این دولت موقت شما، اولا که شما مهستان رو گفتید، اگر این مهستانی که میگید یک الگو برداری فرضاً از مهستان دوران اشکانیان هستش، خب اون یه اساسنامه ای داشتش که بر مبنای اون اساسنامه این در حقیقت شوراهای مختلف با هم ادغام میشدن و در مهستان و در اون مجلس تصمیماتی گرفته میشد، از جمله از نسل پادشاه، از جمله فرزن اعلان جنگ یا اعلان صلح یا استانداردهای مالیاتی یا ضرب سکه یا بسیاری از تصمیمات مهم رو این در حقیقت مجلس میگرفت، ولی این مجلس آمیزه ای بود از دانشمندان، خردمندان، مغان، هفت قوم بزرگ پارت ها و اینها در حقیقت از تمام نقاط دنیا در رابطه با امور کشورداری این حقیقت قوانین تعیین میکردن.
و این در تاریخ هرودوت هم هستش، حتی جینستن رومی، تاریخدان رومی، این مجلس رو به عنوان مجلس سنا نام میبره. وقتی شما مهستان رو که دقیقاً الان مقایسه، یعنی این مسئله رو انتخاب کردید، برای من این به وجود میاد که شما اساس این ایده که میخوان تو این مجلس عضویت پیدا بکنن دارای چه تخصصی هستن، چه در حقیقت داده علمی رو بر مبنای چه استاندارد و اساسنامه‌ای میخوان در پیشبرد این اهداف استراتژیک شما بتونن ارائه بدن. یک، دو، این هستش که اصلا این ارتباط و در حقیقت اعتماد با داخل ایران، یعنی هیچ دولتی، هیچ جنبشی، هیچ نیرویی نمیتونه بدون ارتباط ارگانیک با نیروهای داخل ایران در حقیقت کار رو انجام بده. و دوستان نظر خانم انصاری رو در این زمینه بپرسم، نظر شما نسبت به این مسئله که این دولت موقتی رو که شما نام برید و اشاره کردید، چگونه میتونه این ارتباط ارگانیک رو و پل اعتماد رو با داخل ایران، نیروهای آزادی خواه و دموکراسی خواه داخل ایران برقرار بکنه، و این مهستان بر مبنای چه اساسنامه، یعنی قانون اساسی، حتی قانون اساسی موقتی که میتونه در حقیقت به عنوان راهنما باشه، آیا وجود داره؟ ببینید، در وهله اول یکی از وظایف همین هیئت اجرایی موقت این هست که آیین‌نامه ها، تصویب نامه ها و در نهایت قانون اساسی نوین برای آینده ایران رو در نظر میگیره و با پیشرفته ترین اسلوب کشورهای دموکراتیک اون رو تنظیم میکنه، زیرا که ایران باید، یعنی یکی از ضروریات برای استقرار یک حکومت سکولار دموکراسی در ایران تدوین و وضع یک قانون اساسی نوین هست بر پایه استانداردهای حقوق بشر. بله، و کشورهای دموکراتیکی که در حال حاضر هر کدوم از ما به گونه با اونها در ارتباط تنگاتنگ هستیم و میدونیم که اونها بر اساس چه کدها و چه اصول و ارکانی تونستن قانون اساسیشون رو تدوین کنن و به تبع اون دیگر قوانینشون هم تنظیم شده. بنابراین ما میتوانیم از این راه، از همین در واقع فکت هایی که عرض کردم خدمتتون، استفاده بکنیم برای تنظیم یک مقدمه قانون یا پیشنویس قانون اساسی و بعد از اون قانون اساسی و دیگر اصولی رو که لازمه یک قانون اساسی نوین در یک کشور با حکومت دموکراتیک است. اگر ما بخوایم یک مقایسه کوچکی بین یک قانون اساسی نوین بکنیم با قانون اساسی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی اجرا میشه، نخستین اصل قانون اساسی هست که در یک کشور دموکراتیک با حق رأی همگانی و حق مردم، حقوق مردم شروع میشه، در حالی که در کشور ایران با قانون اساسیش با مذهب شروع میشه و بعد از اون با توجه به اینکه خود مذهب یک سری محدودیت ها و رام های بسیار بسته ای رو به وجود میاره، بنابراین ما در بخشی از این قانون اساسی جمهوری اسلامی برمیخوریم به اختیارات رهبر. یعنی یک قانون اساسی که باید فارغ از فرد باشه، فرد حقیقی یا حقوقی باشه و صرفاً دولت مردم، دولت ملت رو در نظر بگیره، با اومدن، با مندرج شدن یک فرد تنزل پیدا میکنه. بنابراین ما با توجه به این دانشی که داریم، با این همه اطلاعاتی که داریم، بران هستیم که قانون اساسی نوین رو تنظیم بکنیم برای آینده ایران. و در واقع یکی از وظایف این هیئت اجرایی موقت این هست
علاوه از این که تدارکات و اقدامات اولیه رو فراهم میکنه، بر اساس تحقیقات و پژوهش هایی رو که به عمل میاره بتونه پیشنویس قانون اساسی رو از الان به بعد فراهم بکنه، زیرا ما نمیدونیم که وضعیت کنونی و بغرنج قانون جمهوری اسلامی در چه شرایطی خواهد بود از نظر زمانی. بنابراین باید آمادگیمون رو از همین الان به تدریج به مرحله ظهور برسونیم. پس برای یکی از اهداف مهم و اساسی و اولیه این مهستان قبل از نوروز اگر اشتباه نکنم این هستش که شما تدارک در حقیقت پیشنویس این قانون اساسی رو در کنار اون مقدماتی رو که ما انجام میدیم به حیث اساسنامه، آیین نامه، تصویب نامه هایی که مربوط به تصمیم گیری ها و تبادل نظرهایی هستش که در این هیئت وجود داره، در کنارش ما باید این پیشنویس قانون اساسی رو با توجه به محققین و نظریه پردازان حقوق، کارشناسان حقوقی بتونیم به انجام برسونیم. خب شما این اعضا و این کارشناسا رو اوردی در حال حاضر در ارتباط با جنبش سکولار دموکراسی و دارید اینا پیشنهاد؟ تا حدودی چون ما در واقع یکی از اهداف این هیئت اجرایی موقت تعیین متخصصان و کارشناسان امور هست، یعنی افراد حقیقی و در صورت لزوم ما می توانیم از دیگر افراد ایرانی اما خبره در یک تخصصی که قابل اعتماد باشن با کمال اشتیاق ازشون استفاده بکنیم. آقای نوری علا تشکر میکنم. خانم انصاری، آقای نوری علا، این عضوگیری ها تا اونجا که من متوجه شدم، دوست دارم شما تصحیحم بکنید، بیشتر در حال حاضر در مرحله مقدماتیش از درون خود همین گروه جنبش سکولار دموکراسی است. من سخنرانی شما رو که می دیدم، شما هم موقع سخنرانی می کردید و پیشنهاد میسان رو دادید، همونجا از همه اعضایی که در حقیقت در اون گرد همایی حضور داشتن دعوت کردین که عضو بشن و بعدم بهشون گفتید که اونها میتونن که کسانی رو که تشخیص میدن که در حقیقت صلاحیت و با این اهداف هماهنگ هستن افکارشون رو با ایمیل دعوت بکنن و عضو بشن، درسته؟ بله همینطوره. ما عرض کنم که فکر کردیم که در طی این 5 ساله که در شهرهای مختلف دنیا این کنگره ها رو برگزار کردیم، خود به خود در هر شهری و اطراف اون شهر گرد ایرانی معتقد به سکولار دموکراسی آمده بودن که در کنگره دیگه ای نمیتونستن شرکت بکنن. بنابراین ما کنگره هامون بین مثلا 150 تا 200 نفر آدم حاضر در سالن داشتیم، اما مجموعه کسانی که در کنگره ها شرکت کرده بودن می شود گفتش مثلا به 600-700 نفر می رسن. که ما ایمیل های اینها رو همه رو داریم به خاطر اینکه مکاتبه داشتیم باهاشون و شرکت کرده بودن. بنابراین من پیشنهادم این بود که کار رو از خود کسانی که عملا و قدما آمدن جلو شروع کنیم و اونها رو خبر بکنیم که این مهستان میخواد تشکیل شه و بیان توی کار، که الان مثلا حدود 250 نفر رو مکاتبهشون الان ادامه داره، 120 نفرشون قطعی پذیرفتن که عضو مهستان بشن، اون بقیه دارن سوالات میکنن که مثلا این مهستان میخواد همین مثلا این برنامه شما میتونه خیلی به ما کمک بکنه که توجیه بکنه مسئله برای دیگران. ولی در این حال ما عرض کنم که هم دعوت عمومی باید بکنیم، ما گذاشتیم که تا نوروز آینده کار عضوگیری رو به شدت ادامه بدیم، بتونیم از طریق برنامه های تلویزیونی، از طریق سایت ها و غیره به اطلاع هموطنانمون برسونیم که اگه دلتون میخواد هر کدومتون داره یک رأی هستین و میتونیم بیاین و در این در واقع رفراندوم عمومی که تعیین میکنه معتمدین سیاسی مردم ایران کیا هستن شرکت بکنیم و خب اینو از هر طریقی که بتونیم ادامه خواهیم داد تا نوروز. بله بفهمید. آقای دانشور عزیز بفهمید، شما اشارات در حقیقت جامعه در رابطه با چگونگی شکلگیری و اهدافتون
کردید. خب حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که به نظر میرسه که بیشتر این اعضا در حقیقت در خارج از کشور زندگی میکنن و ما داریم یک برنامه در حقیقت کلان، یک پروژه کلان تغییر حکومت رو در خارج از کشور میرسیم که در حقیقت نخبگان داخل ایران، متخصصین داخل ایران، مبارزان داخل ایران به نظر میسته که غیبت دارن. در این زمینه چه نظری داریم؟ ببینید، یک مشکل تاریخی که فقط مربوط مملکت ما نیست، خیلی جای دنیا اتفاق افتاده. شما از فرض کنید از تو دوره جنگ جهانی دوم بگیرین، قبل از اون دوره انقلاب اکتبر نمیدونم روسیه بگیرین، نمیدونم خود انقلاب اسلامی ایران بگیرین که رهبرش خمینی بود، همیشه به خاطر شرایطی که یک حکومت توتالیتر یا حکومت استبدادی یا حکومت دیکتاتوری تو مملکت به وجود میاره، محدودیت‌های شدیدی برای حرکت آزاد و ابراز وجود. در نتیجه اون بخشی از جمعیت، اون بخشی از اون ملت که خارج کشور به دلایلی فرار کردن، مهاجرت کردن، رفتن، این وظیفه سنگین رو دوش اونا میفته. از دید من خارج و داخل تفاوتش فقط جغرافیایی است، هیچ تفاوت دیگه ای نداره. خب تفاوت اینجا دستم... تفاوت رو ببخشید، ببینید بس بستر اینجاست که شما اگر شما آیا میتوانید بدون بدنه مقاومتی داخل اصلا این جنبش رو به ثمر برسونید؟ یا این دولت رو موقت رو به ثمر برسونید؟ شما چه بخواهید چه نخواهید به نیروهای مبارز اپوزیسیون داخل برای پیشبرد اهداف استراتژیک خودتون نیاز دارین، چون از نظر تاکتیکی اونا هستن که بهتر میتونن در میدان مبارزه عمل بکنن و در حقیقت این اهداف استراتژیک رو به ثمر برسونن. درست فهمیدم؟ بله، من متوجه فرمایشات شما هستم، ولی ببینید اون چه من معتقدم اینه، ما بخشی از جمعیت کشور ما، بخشی از ملت ایران به دلایلی، اونم بخش کوچکی نیست، 4-5 میلیون نفر به دلایلی خارج کشوره. ارتباطات الکترونیکی از طریق همین ماهواره و از طریق فیسبوک انقدر امروز روز قوی و نزدیکه، انقدر جهان رو به هم نزدیک کرده که دیگه این بحث ها در واقع بحث های 3-4 پیش تقریبا منتفی شده. یعنی من در این لحظه که دارم با شما گفتگو میکنم، بسیاری از اقوام من، آشنایان من دارن منو میبینن. بله. توی ایران. بله. در نتیجه این مسئله به این شکل مطرحه، این مبارزه است برای تمام ملت ایران، هم از خارج داخل. این بنابراین این بحث به این شکل مطرح میشه که ایرانی هایی که خواهان و علاقمند به یک دولت سکولار دموکرات هستن، بله، و اونم به این دلیل سکولار دموکرات که ما تجربه کردیم، نزدیک 40 سال دیدیم دخالت دین در دولت، در حکومت، ترمز راه ترقی پیشرفت هست که هیچ، باعث بدبختی و بیرونی کشوره. این تجربه رو از 300-400 سال پیش تو اروپا کرده بودن، متاسفانه ملت ایران این درس نگرفته بود. تو همین که اروپایی که ما زندگی میکنیم، کلیسا همین وضعیت داشتن، آدم ها رو میسوزوندن، تفتیش عقاید بوده، همین هم بوده. منطقه جریان فکر، اندیشه، فلسفه و بعدش هم دموکراسی نقطه پایان رو این مسئله گذاشته. ما تازه اول این کاریم، هیچ ایرادی هم نداره، اونا بدون اینکه هیچ نمونه ای جلوی چشمشون باشه این کارو کردن. ما نمونه های بسیار زیادی در جهان جلوی چشممونه که مردم خوشبخت و دموکرات هستن. در نتیجه کار حتی برای ما راحت تر به میزان. ملت ایران به طور بالقوه هم سکولار هم دموکراته. چرا سکولاره؟ چون 40 سال زیر تیغ حکومت دینی بوده. در نتیجه میگه آقا دین نباشه دیگه. خاصی نکته رو با توجه کنید که بعضی از دینداران، علاقمندان به مذهب و دین، خودشون بیشتر طرفدار سکولارن. مثلا در انقلاب آمریکا، اگه شما مطالعه کنید رو انقلاب آمریکا، میبینین که بنیانگذاران انقلاب آمریکا آدمای مذهبی بودن و میگفتن آقا باید دولت در امریکا سکولار بشه که دین مورد ضربه قرار نگیره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه حکومت دینی کار خراب میکنه، از چشم مردم میفته، اون دینه که ضربه میبینه، چون به نام دین این کار میکنه. در نتیجه سکولاریسم به طور طبیعی خاصی غالب اکثریت ملت ایرانه. دموکراسی هم همینطور، برای که آزادی قلم، آزادی اندیشه، آزادی احزاب، اینا چیزی که امروز روز یک چیز خیلی روشنیه. نمیدونم حقوق بشر، اینا چیزی که دیگه امروز فکر می‌کنم تو هر شهرستان کوچیک ایران اینا رو می‌فهمن. در نتیجه ما روی مسئله هیچ مشکلی نداریم.
آقای نوریالایی، تشکر میکنم آقای دانشور. آقای نوریالا، من پرسشم در حقیقت به این مفهوم نیستش که بگم آیا ایده سکولار دموکراسی ایده مورد پسند یا پذیرش جامعه ایران نیست. من موافقم با آقای دانشور که اشاره میکنند که بالقوه الان مردم ایران پس از تجربه 40 سال استبداد سیاسی مذهبی، به ویژه جوانهای ما، نسلهای بعدی، نسل دوم، نسل سوم، امروز خواهان در حقیقت یک برون رفت از یک حکومتی هستن که از این حکومت هستن و خواهان دستیابی به حکومتی هستن که بتونه پاسخگوی نیازهای در حقیقت امروز اونها باشه، حکومتی باشه که بروزه. این جوانهای ما در این حال با مشکل هویتی هم روبرو هستن. بسیاری از همین جوانها، شما به مهستان اضافه اشاره کردید، بسیاری از همین جوانها همین سازمان مهستان رو و بازگشت به در حقیقت ارزش‌های دموکراتیک ایران باستان رو تشکیل دادن، به وجود آوردن. حالا من نمیدونم که شما با ارتباط با این جوانها بود که این اسم رو انتخاب کردید یا مستقلن، برای اون بحث جداست. منظور این هستش که بحث بر سر ایده سکولار دموکراسی نیست، بس بر سر چگونگی پیاده کردن و انهدام این نظامه، یعنی نظامی که شما با نیروهای عظیم سرکوبگر روبرو هستید، با سپاه پاسداران نمیدونم داخل ایران، با نیروهای انتظامی و نظامی و نمیدونم پایگاهش، نمیدونم ضد شورش و با تمام اینا که خودتون میدونید دیگه احتیاج به بحث در مورد اینها نیست، روبرو هستید از یک سو. از سوی دیگه یعنی یک نظام امنیتی اطلاعاتی بسیار بسیار گسترده و بسیار سرکوبگر و بسیار وحشتناک که حتی این ارتباطات اینترنتی رو من نمیدونم که چگونه میشه به وجود آورد بدون اینکه این دستگاه شنود این سازمان اطلاعاتی ایران با خبر نشه. اون یه بحث دیگه است. بحث بر سر این هستش که چگونه این ایده، این دموکراسی خواهی، این بدیل، این جایگزین دموکراتیک سکولار رو در حقیقت یک نیروی خارج از کشور بدون جنبش عملی داخل، بدنه مقاومتی داخل میتونه در حقیقت پیش ببره. بحث بر سر اینه. ببینید خانم دکتر ساید، ما هیچ وقت نگفتیم که ما در خارج همه کارها رو میخوایم انجام بدیم، ملت ایران هم برن تخت بخوابن، خیالشون راحت باشه که کار انجام خواهد شد. به هر حال جبهه مبارزه داخل کشوره. بله. ما میخواهیم که از امکاناتی که زندگی در ساحل امن برای ما پیش آورده در خدمت اون مردمی که زیر شلاق و ساطور اون حکومت هستند کار بکنیم و عمل بکنیم. مسلما بدون ارتباط با اونها، بدون کسب نمایندگی از اونها، هیچگاه کار به پیش نخواهد رفت. طبیعتاً موقعیت که این آلترناتیومون رو بتونیم به ملت ایران عرضه بکنیم، تازه یک مسیری رو باید طی بکنیم، به خصوص که هر کس که کار سیاسی آمده بکنه در این 40 سال گذشته در یک جایی زده و اعتماد مردم رو خراب کرده. دقیقا. من واقعا مثل کوه کندن میمونه که به مردم آدم حالی بکنه که آقا ما خیال سلطنت نداریم، خیال ریاست جمهوری نداریم، خیال دست به دست گرفتن قدرت نداریم. نداریم. آقای دانشور در یکی از جلسات همین اجرایی حتی پیشنهاد کردند که ما بیاییم در این مقررات این مهستان ذکر بکنیم که کسانی که عضو اون دولت تبعیدی میشوند حق ندارند که پس از اینکه حکومت فرو پاشید و یک حکومت سکولار دموکرات، یعنی یک قانون اساسی سکولار دموکرات در ایران برقرار شد، اونها بیان و بخوان قدرت رو در دست بگیرن. اتفاقا خیلی جالبه که شما اینو مطرح کردید، چون یکی از سوالات و پرسش‌هایی که من در ذهنم داشتم این بود که آیا این نیرویی که میخواد به عنوان نیروی بدیل یا آلترناتیو یا نیروی پیشنهادی قانون اساسی رو میخواد به وجود بیاره، که این قانون اساسی از دستاوردهای مترقی جهان هستش که به عنوان یک قانون اساسی پیشنهادی و یک راهی رو باز بکنه در حقیقت به عنوان یک قدرت ترانزیت که بتونن در حقیقت نیروهای
اپوزیسیون داخل ایران که انقدر هزینه دادن، کشته دادن، زندان رفتن، نیروهایی هستند که واقعا از نخبگان درجه یک جامعه ایران هستن در داخل، راهی رو باز بکنه که بگه ما وظیفه خودمون رو به این صورت داریم انجام میدیم، ولی خواهان هیچ کرسی در صندلی یا در میدان قدرت نیستیم. من اتفاقا همین سوال رو میخواستم بکنم. تصمیم چی شد؟ تصمیم این شد؟ این پیشنهادیه که الان آقای دانشور کردن و داریم روش مطالعه میکنیم که بله. چگونه این رو فرمول بندی کنیم. ولی مسئله اصلی اینه که اگر ما برگردیم مثلا به جنبش سبز در ایران، شما همه لوازم و جوانب یک انقلاب بنیانکن رو درش میدیدید. نسل جوان کاملا آمده بود بیرون. عرض کنم که شعارها از یا حسین میر حسین کشیده بود به آزادی، استقلال و جمهوری ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی. ولی چگونه بود که از 22 خرداد تا 22 بهمن سال 88 این گونه این سرکوب شد و به ناکامی های عمده ای کشید؟ دلیلش به خاطر این بودش که مردم میدونستن چی رو میخوان، ولی چیزی نبود که بگن که ما این رو میخوایم و یا این نمونه و مدل رو برای حکومت خودمون میخوایم. در نتیجه مثلا آقای میرحسین موسوی، آدم بسیار شریف و محترمی از دوستان قدیم من هم هستند، ایشون که نیومده بود که حکومت اسلامی رو منحل بکنه و عرض کنم که یک حکومت سکولار دموکرات رو برقرار کنه، میگفت من میخوام شما رو برگردونم به دوران طلایی امام. خب با این نوع آلترناتیو ها که نمیشه حکومت اسلامی رو برانداخت. اما اگر که چنین آلترناتیوی در خارج کشور به وجود بیاد، شما مسلم بدانید که شمارش معکوس فروپاشی حکومت اسلامی آغاز میشه، برای اینکه این حکومت میتواند هم با مردم ایران صحبت بکنه و هم از جانب مردم ایران با قدرت‌های جهانی صحبت بکنه. الان هر کسی که راه میفته میره نهام در وزارت خارجه امریکا یا در شما مجلسه. نماینده کی هستید؟ از جانب کی سخن میگید؟ درسته؟ کی به شما این ماموریت رو داده؟ نمایندگی داشت. ما از ایرانیان خارج کشور آغاز میکنیم. به قول آقای دانشور 5 میلیون آدم چمدونشون دست گرفتن آمدن بیرون، میگن که ما حکومت اسلامی رو تحمل نمیکنیم. آمدن بیرون. خیلی خوب، الان یه فرصتیه، بیان بگید که معتمدین شما کی هستن، اجازه بدین این معتمدین دولت رو تشکیل بدن و اون وقت میشن بلندگو و حلقوم شما که در اون روزی که داد میزدید که اوباما اوباما با اونای یا با ما، کسی نبود که این حرف رو به طور متمرکز بیان بکنه در جهان و بگوید که معناش این نیستش که آقای اوباما شما بیا حکومت رو بنداز، ما آماده ایم. بچه های ما تو خیابون آمدن، کشته دارن میشن، زندانی دارن میشن، بهشون تجاوز میشه، ولی آمادن. اقلا دفاع نکنید، حمایت نکنید از این حکومتی که الان در ایران برقراره. تشکر. و اون موقع فقدان آلترناتیو این فاجعه رو به وجود آورد. بله، تشکر میکنم. آقای حسن اعتمادی، از شما سوالی میکنم و بعد میریم به پخش پیام های بازرگانی میپردازیم، برگشتیم پاسخ شما رو میشنویم. آقای نوریالا اشاره کردن به در حقیقت شکست، به طور که میتونیم بگیم شکست، در حقیقت ناکامی جنبش سبز در رابطه با در حقیقت مطالباتش. خب خیلی ها در این زمینه میگن که اصلا جنبش سبز یک جنبش سیاسی نبوده، یک جنبش مدنی بوده، ابتدا اومده دنبال رأیش و به دنبال فرزند آقای موسوی بوده. آقای موسوی هم در حقیقت خواهان دگرگونی رژیم نبوده، همجوری که آقای نوریالا اشاره کردند بازگشت به دهه اول انقلاب که ما میدونیم که دهه اول انقلاب واقعا دهه سیاه انقلاب بود و سالهای 60 یادمون نمیره، کشتارهای سالهای 60 یادمون نمیره، به ویژه سالهای 67. اما این ملت رفتن دنبال آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی، و به اعتقاد بعضی دیگر این هستش که شعار درستی در حقیقت این حرکت 2 میلیونی 3 میلیونی مردم نه به خودش داد و نه به گوش جهانیان رسوند. و این شعار همچنان درسته که در میان این شعارها
شعار مرگ بر ولایت فقیر هم شنیدیم، شعار جمهوری ایرانی هم شنیدیم، دیدیم که در حقیقت بسیاری از این افراد افراد سکولار هستند. یک جنبش در حقیقت یک دست تبدیل شد به یک جنبش متکثر. اما خیلی معتقد هستند که شکست یا ناکامی واقعی جنبش سبز، چون آقای مریالا اشاره کردن، از یک سو نبود سازماندهی و رهبری دموکراتیک و از سوی دیگر شعارهای نامتجانس که بعضی معتقدند این شعارها بسیار بسیار در پیشبرد اهداف استراتژیک و در حقیقت سازماندهی افراد میتونن مؤثر باشن. میریم به اعتمادی یه پاسخ مختصری در رابطه با این در حقیقت عدم کامیابی یا ناکامی جنبش که آقای نوری‌علا اشاره کردن، که از یه بخش نبود رهبری و سازماندهی و در حقیقت نیروی دموکراتیک بوده و از سوی دیگر بعضی معتقد هستند که اصلا به طور کلی هدف استراتژیک این جنبش نداشت از ابتدا. دنبال رأیش بود و میخواستش که از نظر حقوقی مطالباتش به عنوان یک شهروند حقوقمند در رابطه با رأی در حقیقت ایفا بشه. بفهمید. ببینید خانم سعید، من فکر میکنم که در پاسخ به این پرسش شما ما میتونیم به یک سری نتایج دیگری هم برسیم. کاملا شما درست اشاره میکنید. جنبش سبز بعد از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تابستان 88 با شعار رأی منکو به میدان آمد. نزدیک به 3 میلیون نفر از شهروندان تهرانی فقط در پایتخت کشور به خیابان‌ها آمدند و میپذیریمم که رهبری اون به دست آقای کروبی و آقای موسوی و به یک معنا سازماندهی این جنبش به دست اصلاح طلبان حکومتی بود. اما با توجه به اینکه این جنبش به صورت خود به خودی سطح شعارهای خودش رو ارتقا داد و شعارهای مطالباتی به شعارهای سیاسی رسید و شعار جمهوری ایرانی رو مطرح کرد به طور نمونه، طبیعتاً این باعث شد که آقای کروبی و آقای موسوی طی انتشار حتی بیانیه‌هایی حتی به ایرانیان خارج از کشور به طور مشخص بگویند که صف خودتون رو از نیروهای ضد انقلاب جدا بکنید، چون در اون زمان خاطرتون هست که ایرانیان خارج از کشور در اکثر شهرها و کشورهای جهان در پشتیبانی از مبارزات هموطنانمون در داخل ایران دست به تظاهرات زدن و طبیعتاً اونها شعارهای خودشون رو علیه رژیم در این تظاهرات ها بیان میکردن و به طور مشخص آقای موسوی با طرح شعار سرنگونی حکومت اسلامی ایران مخالف بود و در همین رابطه هم یه بیانیه داد. اما نتیجه گیری های دیگری که میتوانیم از این حادثه تاریخی و سیاسی بکنیم این بود که یک، این جنبش سبز رهبری نداشت، یعنی بعد از اینکه کروبی و موسوی کنار رفتن به عنوان فرد حتی اونا حتی یک ستاد رهبری تشکیل نداده بودند، چون که هدفشون جز به اصطلاح تغییر نتیجه رأی به نفع خودشون چیز دیگری نبود. اونا نمیخواستن حکومت رو عوض بکنن، نمیخواستن این رژیم رو کنار بگذارن، فقط میخواستن که با به اصطلاح تجمع و تظاهرات مردم نتیجه رأی رو عوض بکنن. محاسبه غلطی بود، رقیب اونها، حریف اونا در درون حکومت قوی تر بود، دست به سرکوب زد و اونها عقب نشینی کردن و مردم سرخورده، آسیب دیده، دستگیر شدن، مجروح شدن، کشته شدن و عده‌ای هم حتی فرار کردن از همون تاریخ 88 و اومدن به خارج از کشور. بنابراین نتیجه‌ای که میتونیم اینجا بگیریم اینه که خانم ساعد عزیز، با توجه به اختناق و سرکوب و کنترل‌های شدید امنیتی که در ایران وجود داره، صرف نظر از اینکه ما در داخل کشور شخصیت‌ها و فعالان سیاسی خوشنام و بسیار عزیز و نازنینی رو داریم، هیچ کدام اینها نتوانستند در تظاهرات 3 میلیون نفری بعد از کنار زدن آقای کروبی و موسوی یا کنار کشیدن اونها عرصه مبارزه رو به دست بگیرن و رهبری اون رو به دست بگیرن و بتونن با وجود یک چنین نیرویی که در هر کشوری با هر سیستمی اگر این 3 میلیون حتی در یک شهر میومد بیرون میتونست به راحتی حکومت رو عوض بکنه. بنابراین مسئله برون مرزی یا درون مرزی بودن نیروی آلترناتیو و جریان سیاسی که بتونه در ارتباط با مردم
و با همفکری اونها و با کمک اونها اعتراضاتی رو در جهت انحلال و کنار زدن حکومت اسلامی ایران به وجود بیاره، به نظر من همونطور که آقای دانشور و آقای نوری الان اشاره کردن، این امکانش فقط و فقط در خارج از کشوره. نمونه های تاریخی بسیار رو ما از سر گذروندیم و همین نمونه که شما خودتون به درستی اشاره کردید، مسئله سال 88 رو، مثل آینه در مقابل ماست که به واقع اگر مسئله ایجاد نیروی رهبری و ستاد رهبری اعتراضات مردم کشور ما بایستی در داخل کشور باشه، چرا این اتفاق در سال 88 نیفتاد؟ خانم ساعد، راه دور نمیریم، همین امروز میریم به تهران و میریم به شهرهای بزرگ، مردم ما به خیابان‌ها اومدن، دیروز شعار مرگ بر روحانی رو دادن، مار باختگان. مرگ بر روحانی به یک معنا مرگ بر جمهوری اسلامی، اینو ما تردید نکنیم. اما هیچ جریان سیاسی در ایران نمیتونه این جنبش رو رهبری بکنه، نمیتونه هدایت بکنه. این شعارها باید قدم به قدم ارتقا پیدا بکنه. این ست وقتی که من اشاره میکنم خدمتتون، ستاد رهبری، ارگان رهبری، نهاد رهبری، نیروی آلترناتیو، نیروی جانشین، همه اینا میتونه به اصطلاح یک اسامی مختلفی رو به خودش بگیره، یعنی یک مرکزیتی که بر اساس شرایط امروز ایران بتونه در کنار مردم و در پشتیبانی از مبارزات اونها، همگام با اونها برای سرنگون کردن این حکومت، قدم‌های به اصطلاح سنجیده خودش رو برداره. مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران با توجه و با شناختی که از وضعیت سیاسی داخل کشور داره، با توجه به شناختی که از وضعیت شخصیت‌های معتبر و نازنین سیاسی که در داخل ایران هستن، تنها راهی رو که میشناسه و این وظیفه رو به عهده میخواد بگیره اینه که در خارج از کشور بتونه این امکان رو فراهم بیاره. ضمن اینکه در طی تمام این سالها در ارتباط با شخصیت‌های سیاسی داخل کشوری که از سوی جنبش سکولار دموکراسی ایران وجود داشته، همواره پیام اونها این بوده که ما در داخل قادر به انجام چنین کاری نیستیم و شما با توجه به امکاناتتون در خارج از کشور میتونید این کارو بکنید، ما از شما حمایت میکنیم. و همین الان هم در رابطه با تشکیل مجلس مؤسسان بسیاری از هموطنان عزیزمون از داخل ایران تماس گرفتن و میخوان عضو این مجلس یا عضو این مهستان باشن و در رابطه با انتخاب نیروی آلترناتیو، دولت در تبعید یا هر نام دیگر، بتونن از همین ابتداش شرکت داشته باشن. یه نکته رو میگم، عرضم رو تمام میکنم. ببینید، شما اشاره فرمودید مهستان یک مجلس تاریخی است، به دوره ساسانیان تعلق داره. نه، به دوره اشکانیان گفتم. اشکانیان بس. کاملا درسته. اما واقعیت اینه که ما مهستان رو بر اساس یک نگاه مدرن امروزی تشکیل دادیم. انتخاب مهستان صرفا به خاطر به اصطلاح تکراری بودن و به اصطلاح به طور مداوم شوراها بود، در حقیقت غیر ازالک بوده. سکولار دموکراسی دستاورد جامعه بشری مدرن امروزیه. مهستان فقط یک نام ایرانی است که ما تشخیص دادیم این به خاطر ایرانی بودن این نام اون رو انتخاب بکنیم، که تفکر و اون برنامه و اون نظر مدرن و امروزی ما که بتونه خواستهای همه هموطنان ما به خصوص جوانان ایران رو بتونه برآورده بکنه، که همون هم سکولاریسم و دموکراسی است، اون رو بتونیم توامن با هم با نام مهستان یکی بکنیم تا جذابیت بیشتری به وجود بیاره، ایرانی بودن ما رو هم در عین حال به اصطلاح نشون بده، تا بتونیم از این طریق در جهت اهداف این مهستان و این جنبش قدم برداریم. با این اشاره که شما کردید، من یه توضیح لازم بدم که برداشت من از اون بچه‌های ایرانی که بعد از این جنبش، قبل از جنبش 88 و این شعارهایی رو که ما در جنبش سبز شنیدیم، جمهوری ایرانی و این بچه‌هایی که این نام رو انتخاب کردن، به دنبال دموکراسی بومی هستن. یعنی اونها اعتقاد دارن که در حقیقت دموکراسی به معنای امروزی یا سکولاریسم به معنای امروزی یک پدیده مدرنه، ولی نفس عمل، نفس تساوی حقوق مردم ها یا نصف انجمن های شورایی یا نصف این
مشورت و شورایی کردن در حقیقت امور مملکتی رو ایرانی ها از زمان هخامنشیان داشتن، در تاریخ هرودوت هستش، در زمان مادها اصلا به وجود آمده. حتی پیشنهاد یک حکومت دموکراتیک، نه به نام دموکراسی، ولی حکومتی که مردم بتونن شرکت کنن، مشارکت کنن در امور مملکتی، در اون زمان ها ما در ایران داشتیم. و این بچه ها دنبال این هستن که اون پدیده های اصیل تاریخی رو که در پشت در حقیقت گرد و غبار سانسور و در حقیقت حذف این قدرت های در حقیقت قاصب، اسم نمیخوام بیارم، عرب و ترک و نمیدونم عثمانی و غیره و اینها، البته عثمانی به یه طرف، کسانی که آمدن و تاریخ اصیل و باستان ما رو حذف کردن و بازسازی کردن و تعریف کردن. به این داستان اعتراضات اشاره کردید. از آقای بهروز مشکینیار عزیز خواهش میکنم اون تیکر رو فقط پخش بکنن برای یادآوری دوستان. برمیگردیم، با شما خواهیم بود. مرسی. چقدر آدم متاثر میشه واقعا. ما بچه های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. و این اعتراضاتی که یعنی واقعیت های ملموس در داخل ایران، این مسئله رو پیش میاره که حسن نیت تمام نیروهای اپوزیسیونی مثل شما که میخوان در حقیقت یک راهگشایی بکنن و زمینه رو هموار بکنن برای یک نیروی آلترناتیو از یک سو، و بعد مطالبات و یا در حقیقت اون عدم اعتمادی رو که اونها دارن به این نیروی اپوزیسیون خارج از کشور از سوی دیگر، و هزینه هایی که اینها در داخل دارن میپردازن، همینا که میان تظاهرات میکنن، بچهای دانشجویی که کشته دادن، نمیدونم به کوی دانشگاه حمله کردن، از ساختمون پرتشون کردن پایین، ستاره دارشون کردن، از تحصیل محرومشون کردن، به محض اینکه اعتراض میکنن در حقیقت بایکاتشون میکنن. خیلی مسئله پیچیده است، خیلی مسئله به نظر میرسه که پیچیده تر و گسترده تر از این هستش که ما در حقیقت نمیدونم چه شکلی اینو بیان بکنم. از یک سو ما با یک جامعه‌ای مواجه هستیم که چشم‌انداز یک دستی در رابطه با این ساختار حکومت نداره. ما اگر بگیم تمام سکولار دموکرات‌ها رو می‌خوایم زیر یه چتر دعوت بکنیم، بخشی از اصلاح طلبان، هر کدوم از دوستان اگر مایل هستن خانم انصاری توضیح بدن خواهش می‌کنم. بخشی از اصلاح طلبان که ما معمولا در بحثامون میگیم اصلاح طلبا، خب این اصلاح طلبا شامل گروه های مختلفی هستن. بخشی از این اصلاح طلبا واقعا خواهان ماندگاری رژیم هستن، در خدمت رژیم هستن، بخش دولتی رژیم هستن یا بخش غیر دولتیش هم سرسپرده و وابسته به دولت. ولی بخشی از اصلاح طلبا سکولار هستن، طرفدار سکولار دموکراسی هستن، منتها شیوه های مبارزاتی انقلابی یا انقلاب یا واژگونی یا انهدام یا انحلال رو قبول نداره. اینا اعتقاد دارن که ما باید در حقیقت به جنبش های مدنی کمک بکنیم، خیزش جنبش های مدنی رو و سازماندهی جنبش های مدنی رو هدایت بکنیم که این جنبش های مدنی با مبارزات فرزند موضعی در رابطه با این موانع غیر دموکراتیکی بر سر راه هستش، با مثلا جنبش های کارگری، جنبش های زنان، جنبش های دانشجویی صنفی و اینها بتونن راه رو گام به گام به سمت انهدام یا واژگونی رژیم برن.
خب با این گروه شما چه کار میخواییم بکنیم؟ این یه سوال. بله. و نیروی عظیم اجتماعی هستن. قبل از اینکه من پاسخم تموم بشه به یه واقعیت باید اشاره کرد که هژمونی غالب بر این گروه های سیاسی داخل و حتی بخشی از جامعه ایران رو همین گفتمان اصلاح طلبانه هنوز داره. به همین دلیل هم میبینیم که مردم میرن و رأی میدن. بفهمید. ببینید، ابتدا در پاسخ به پرسش شما باید ما مسئله اصولگرایان و اصلاح طلبان رو مطرح بکنیم که در اون کشور همونطور که شما هم اشاره کردین بسیاری از همین اصلاح طلبان اصلا پایه های خود رژیم هستن، زیرا که از نظر تفکر هیچ تفاوتی بین اصولگرا و اصلاح طلب وجود نداره. هر دوشون مایل هستن و نسبت به پایداری رژیم، اصولگرا که خودش اصلا همون بدنه حکومت هست، طبیعیه که میخواد رژیم اسلامی باشه که خودش هم باشه، و اصلاح طلبان هم اگر چنانچه هستن و گاهی از اوقات هم میگن ما دموکرات هستیم و طرفدار جنبش های مدنی که وجود نداره، به این جهت هست که به گونه پیوسته هستن به رژیم به لحاظ منافع شخصی. یعنی اگر چنانچه در یک کشوری سیاسیون و مقامات بر مبنای مصالح مشترک حرکت بکنن، قطعا یک وضعیت بهبودی برای کل جامعه به وجود میاد. ولی وقتی مسئله منافع انتفاع شخصی هست، بنابراین اون نتیجه مطلوب اجتماعی رو ما نمیتونیم داشته باشیم. نه. حالا در رابطه با در واقع جمعیت هایی که میخوان نهاد مدنی داشته باشن یا نمیدونم اتحادیه ای داشته باشن، ببینید اون مربوط میشه به NGO ها که باید فعال باشن، درسته؟ ولی مسئله این هستش که این NGO ها باید از کجا تغذیه بشن؟ یعنی اون سرمایه اولیشون بر اساس قانون اساسی دولت موظف هست تعیین کنه. شما در کشورهای اروپایی وقتی میبینیم که این همه فعالیت های مدنی یا امریکایی وجود داره، به جهت این هستش که یک بودجه هر ساله تخصیص داده میشه به این جامعه های مدنی که بتونن فعالیت بکنن و مطالبات خودشون رو مستقیم و غیر مستقیم از دولت کسب بکنن، ضمن اینکه اون فعالیت هایی رو برای اون دسته از افرادی که ناتوان هستن نسبت به دریافت این توانایی ها بتونن بهشون کمک برسونن. در حالی که در ایران همچی چیزی نیست. یعنی شما فکر کنید که من با بسیاری از این نهادهای مدنی غیر دولتی صحبت می کردم، به ویژه در رابطه با همین زلزله کرمانشاه، متاسفانه تمام اون در واقع ذخیره هایی که فراهم کرده بودن به حیث مادی و جنسی که ببرن برای زلزله زدگان، تمامشون رو وابسته های رژیم گرفته بودن. چرا؟ به جهت اینکه اینها دارای یک پایه‌های اساسی مثل اتحادیه و صنف و اینها نیستن که ثبت شده باشه در سازمان ثبت شرکت ها به عنوان یک شخصیت حقوقی وجود داشته باشن. بنابراین مسلم هستش که در چنین وضعیتی نهادهای مدنی هم نمیتونن کار به جایی ببرن. بر همین اساس هست که ما که افرادی که فعالینی که خارج از کشور هستیم و هر کدوم با تخصص و تجربه‌ای که در این کشورها دریافت کردیم میتوانیم اون کمک‌های اساسی که مورد نیاز مطالبات داخل مردم هست رو بهشون برسونیم. متشکرم. از طریق خواهش می‌کنم. چون وقت بسیار کم اشاره کردن، ما فقط حدود 6 7 دقیقه شاید هم کمتر نداریم. بله 6 دقیقه فرصت داریم. من همین سوال مشخصا بار دیگه تکرار می‌کنم. از اینکه ما در حقیقت NGO های ما، سازمان های غیر دولتی ما نمیتونن نهادی بشن و شکل بگیرن شکی درش نیست. رژیم سرکوبگری ایران اصلا نمیگذاره که در حقیقت به صورت سوری، بله در زمان اصلاحات بسیاری از این
صدها انجی ها به وجود آمد، ولی در حقیقت کارآمدی نداشت و کارکردی نکرد، فقط نامی بود و در فعالیت های بسیار محدود. این که شکی درش نیست. از اینکه برانگیختن جنبش های مدنی، جنبش های کارگری، صنفی، زنان، دانشجویی در تئوری خیلی هم قشنگه و روشنفکران امروز، و این رو دارم در حقیقت به طور جمعی میگم، اکثریت روشنفکران امروز طرفدار سیاست های گام به گام خشونت پرهیز هستن و در حقیقت استدلال درستی هم در رابطه با این خشونت پرهیزی ندارن. ما اینو میدونیم. خشونت پرهیزی این نیستش که شما در برابر یک رژیم سرکوبگر بخورین و کتک بخورین و سرکوب بشین و زندان برین و شکنجه ببینین بعد رواداری بکنین. این هم ما میدونیم. اما یه مسئله اصلی این هستش که این نیرو الان نیروی غالبه، چه بخواهیم چه نخواهیم. هژمونی داره رو تفکر جامعه ایران. نیروی 20 سال 25 سال تونسته یک نیروی عظیم اجتماعی سیاسی به وجود بیاره. گفتمان شکست خورده اصلاحات هنوز هم درش بسته نشده، کاربرد داره. و اگر قراره که یک نیروی منسجم، یک گفتمان همگانی بین نیروهای مختلف به وجود بیاد، با وجود که خودم من شخصا دلپوری از اصلاح طلبان دارم، معتقد هستم که این نیروی غالب که هژمونی داره میبایستی باش مذاکره بشه، که روشنفکرانی که ادعا میکنن ما طرفدار ماندگاری رژیم نیستیم ولی معتقد هستیم که میبایستی از این گام ها پیش رفت. جنبش مدنی ما به حقیقت میتونیم از خانم انصاری که سوال کردم 3 دقیقه رو نفر 1 دقیقه از آقای نوری علا شروع بکنم که چه کار میخواین بکنید با این نیروی عظیم. حالا لیبرال دموکرات ها رو بگذاریم، سوسیال نمیدونم کمونیست های کارگری رو بذاریم کنار که اونها قادر نمیان توی جمع شما، ولی این اصلاح طلبان که نیروی محرکی هستن رو چگونه میتونید در حقیقت خونسا بکنید؟ خانم ساید، بحث ما الان این نیست که حکومت اسلامی قراره چگونه فرو بریزه، آیا از طریق اقدامات تدریجی، مطالبه محوری، شورش، انقلاب و اینها رو خود مردم در عمل خواهند آزمود و خواهند عمل کرد بهش. من نه تنها معتقدم که بسیاری از این اصلاح طلبا در اون روز که منتظرش هستین لشکر سکولار دموکراسی هستن، اعتقادم اینه که در داخل عرض کنم که سپاه پاسداران، ارتش، خود این حکومت کسانی هستند که میدونن این حکومت عاقبتی نداره و نمیخوان که زندگی خودشون رو در یک سیلی که میاد از دست بدن. و روزی که ورق برگرده که اون روز روز تشکیل آلترناتیو سکولار دموکرات است، همه اینها به این کمپ خواهند پیوست. شما اینها رو از هم جدا نکنید. فکر نکنید که اونها یک راهی میدن ما یک راه دیگه ای میریم. یعنی چرخش به سمت قدرت میاد. یعنی اگه یک میریم، همه در راه نابودی حکومت اسلامی داریم عمل میکنیم، هر کس به طریق خودمون. روزی این جویبارها به هم وصل خواهند شد و یک رودخانه خروشان رو تشکیل خواهند. مرسی آقای دانشور عزیز، 1 دقیقه فقط بسازید. بله، ببینید، جریان اصلاح طلبی رو با آدمای اصلاح طلب نباید همیشه یکی گرفت. جریان اصلاح طلبی یک جریان دول درون خود حکومته که خواهان گرفتن قدرت دولتیه، نه خواهان تغییر نظام سیاسی اجتماعی ایران. بله. اما اگر میلیون ها نفر به دلایل زیادی که الان فرصت چی ندیدیم بگیم دنبال این آگاه میرن، این دلیل نیست که ما نومید بشیم. زمان خمینی 98 خورده درصد جمعیت کشور به خمینی ندیدن، به سیستم ندیدن. الان اگه انتخابات آزادی می بود مثلا تحت کنترل سازمان ملل، می دیدید که چنین چیز دیگه نیست. پس آیا حاضرید با اصلاح طلبان وارد مذاکره بشین و به هیچ عنوان؟ خب همینه سوال اصلی اینجاست. با جریان من منظورم اصلاح طلبان دولتی نیستن، فرصت نیست. منظورم بله، بله، توضیح بله. دادم منظورم چی هست. بله 100%. اونا اصلا اونا باید بیان. اگر نه الان میلیون ها نفر به آقای حسن روحانی رأی دادن، اینها در نهایت نیروهای سکولار دموکرات هستند. بله. تشکر آقای اعتمادی عزیز. خانم ساید، جنبش سکولار دموکراسی ایران هیچ جریان سیاسی رو حذف نمیکنه به خاطر عقاید سیاسیش و به اصطلاح دیدگاه های سیاسی که داشته یا حتی سوابقی که در عرصه سیاست کشور ما داشته.
جنبش سکولار دموکراسی تلاش میکنه با همین دو اصل، یعنی باور به سکولاریسم و باور به دموکراسی، راهی رو، جایی رو باز بکنه که همه ایرانیان با پذیرش این دو اصلی که خدمتون عرض کردم بتونن به هم بپیوندن و با در کنار هم در جهت انحلال حکومت مذهبی حاکم بر کشورمون مشارکت داشته باشن و با کمک هم ساختار نظام سیاسی سکولار دموکرات آینده ایران رو بنا بکنه. تشکر میکنم. اینقدر سوال داشتم و پرسش های اساسی اصلا سوال نشد، بلکه وقت به سرعت گذشت. حالا انشالله در حقیقت فرصت دیگر بتوانیم این پرسش ها را از شما بکنیم. آرزو میکنم که هر جنبشی، هر نیرویی که برای آزادی و دموکراسی ایران گام برمیداره کامیاب بشه. آرزو میکنم که راه گشوده بشه و پل ارتباط و اعتماد با مردم داخل ایران، مردم ستم دیده و در حقیقت داغ دیده مردم ایران باز بشه و این اعتماد هستش که در حقیقت میتونه این انسجام رو به وجود بیاره. گذر از کیش شخصیت هست، گذر از خودخواهی های انحصار طلبانه هست، گذر از کسب قدرت هستش و گذر از منیت ها هستش. اگر ما برای ایران داریم گام برمیداریم، به دموکراسی باید معتقد باشیم، تفاوت ها رو بپذیریم، تحمل انتقاد داشته باشیم و دگراندیش رو در حقیقت بهش احترام بگذاریم، چون اگر نگذاریم فرقی با جمهوری اسلامی نخواهیم داشت. از همه شما دوستان عزیز که در این برنامه محبت کردین، در این زمان شرکت کردین سپاسگزارم. آرزوی موفقیتی همگی شما رو دارم. تا گفتگوی بعدی همگی شما دوستان و دوستان عزیزی که به تماشای برنامه ما نشستن رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. روز شب شما خوش.